ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزیران میگوید که با روی کار آمدن امارت اسلامی و تأمین امنیت در کشور زمینه سرمایه گذاری در کشور فراهم شده و افغانستان وارد یک مرحله جدید از بازسازی شده است. آقای برادر در مراسم گشایش دومین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل و کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی اطمینان داد که افغانستان امن‌ترین مسیر ترانزیتی است. در این نمایشگاه بیش از 600 محصول گوناگون صنعتی و کشاورزی به نمایش گذاشته شده و تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت. دومین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل، نمایشگاه بزرگی که در آن بیش از 600 کالای گوناگون از سوی صنعتکاران داخلی، ایرانی، ترکمنستانی، ترکی، پاکستانی و برخی کشورهای دیگر به نمایش گذاشته شده است. الحمدلله رب العالمین. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزیران در مراسم گشایش این نمایشگاه میگوید با تأمین امنیت در کشور افغانستان وارد مرحله تازه‌ای از بازسازی شده است. بهر ده بازار موندل په خاطر آقای برادر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی میخواهد تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. دا چه هیواد مولا جګړو ورسته د بیا رغیدو په مرحله کې دی او د اسلامي امارات لره تاګ او د امنیت له ټینګښت سره پانګونې او د افغانستان له زیرمو څخه استفاده کولو ته ښه زمینه برابره شوې ده. معاون اقتصادی رئیس وزیران همچنان به کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی اطمینان داد که افغانستان امن‌ترین مسیر ترانزیتی است. او بهرنوی پانګوالو ته داد ورکوم چې له هغو ټولو امتیازاتو او حقوقو به برخمن وي کوم چې افغان پانګوالو ته ورکول کیږي. نمایندگان بخش خصوصی در این نمایشگاه میگویند که پس از این کالای با کیفیت وارد کشور خواهد شد. آنان تاکید دارند که افغانستان یک راه ترانزیتی است و بخش خصوصی برای خودکفایی افغانستان آماده سرمایه گذاری با کشورهای منطقه است. راستی په افغانستان انتخاب کی د افغانستان امنیت په افغانستان کې د کرپشن نشتون په افغانستان کې د کوکنارو کښت لمنځه تللی دی. ارزو می دغه ده د ټولو هیوا د یو ان څخه د اتحادی اروپا څخه چې د افغانستان د خلکو سره د پیسو نقدي کومک نه کوي زموږ سره د پروژو په تمویل کولو کې کومک وکړي. د هیوادوالو نه هیله کړي څوک چې په دې ملک کې په دې هیواد کې دلته زموږ سره ګډه همکاري غواړي راځی. اروپا ګډه همکاري لري یو هیواد دی. په دې منطقه کې طبیعي منابع موږ لرو، بشري منابع پاکستان لري، ایران یې لري، هند یې لري، راځی سره په ګډه کار وکړو. تقابل پزا باید پریگدو. این نمایشگاه از 25 سرطان آغاز و تا 31 همین ماه ادامه خواهد داشت و هدف اصلی آن بازاریابی محصولات داخلی و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران ملی است.